سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم. برای فال روزانمون با هم میپردازیم به انرژی سه‌شنبه 19 اردیبهشت. دوستان و عزیزان، مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین دوستان، صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان از شما دوست یاری که هستین در کنارم. ببینیم چه خبر هست در انرژی های شما و ببینیم از نظر هیجانی کجا هستین برای سه‌شنبه. اوکی، خب حس و هیجان، انگیزه، به به، چه به به. ببین، یک سریاتون ناامید بودین از یک مسئله، یک بار من فهم میکنم یک انگیزه مضاعف گرفتین که بریم تو شکم آنچه که منو ناامید کرده، که شور و اشتیاق موفقیت شما و اینکه نمیذارم که مشکلات همونجوری باقی بمانند. خب بریم ببینیم کارتای دیگر با هم دیگه. دفاع میکنم از حقوق خودم، از شرافت خودم دفاع میکنم، استقامت میکنم، میستم، مبارزه میکنم. ببینیم با برنامه جلو میرم. خسته هستم، بارم زیاد هست، ولی با برنامه ریزی، با احتیاط و با استقامت جلو میرم. خب و کائنات هم سر راه شما علائمی رو نشون میدن که به مبارزه خودتون ادامه بدین. خب ببینیم کارت دیگر دوستان با هم دیگه. خب من از این دست کارت استفاده میکنم، ببینیم دست کارت بهتون میگه. کارت بعدی ممکن هست در ارتباط با قطب مذکری باشه، آقایی باشه، و یا اینکه در ارتباط با خودتون هست که دست به عمل میزنم. مارس افتاده. مارس معمولا سیاره به حال جنگ هستش. سیاره نه که میگم اونا بریم به جنگ کسی، استقامت هستش، پر از انرژی هستش. خب ببینیم حس و انگیزه دارم. ببینیم کارت بعدی رو با هم دیگه. کارت بعدی مسئله مشکلی ممکن هست حرف از ورقه بزنه، حرف از مسئله سندی ورقه ای چیزی بزنه اینجا که برای شما با اینکه سخت بوده شما رو به سمت یک موفقیت میفرسته. دارم میبینم، ببین دادگاه ممکن هست باشه برای سریا، ولی واقعا دارم میبینم مشاجره، مسئله که شاید واقعا برای شما حالا مشاجره با دیگری هم که نباشه، مسئله سختی بوده که براش بسیار بسیار زحمت کشیدین. خب عزیزان بریم ببینیم آخرین کارت ها بهتون چی میگن. کارتی که اینجا افتاده دوستان حرف از این میزنه که خودتون به دست سرنوشت شدید، اعتماد کردین. یک سریاتون مبارزه میکنم، زحمت خودم رو میکشم و اینکه خودم رو به دست سرنوشت میدم، ببینم سرنوشت چه چیزی برای من رقم میزنه. همیشه این باد در زندگیمون، اگر یک همچون مسیر رو طی کنیم دوستان، ببینین یک آرامش در زندگی داریم و موفق میشیم. بالاخره موفقیت چه چیزی هست؟ من چه چیزی رو به دست میارم و چه چیزی رو از دست میدم؟ اگر به دست آوردن مادیات موفقیت هست، به حکم اینکه من آرامشم رو از دست میدم، این موفقیت نیستش. اوکی؟ موفقیت هست که از خودم راضی هستم، چیزی رو به دست آوردم و من رو به یک آرامش رسونده. خب بریم ببینیم کارت های بعدی در دامنه های مختلف زندگی شما چه خبر هست. در انرژی های شما انرژی بهبودی دارم میبینم دوستان اینجا برای شما، امید و آرزو و محافظت. و کارت بعدی ببینیم فراوانی، اینجا هر چیزی که هست فراوانی وجود داره، از نظر احساسی، از نظر ملاقات، از نظر مالی. خب بریم ببینیم کارت بعدی رو دوستان با هم دیگه. و تغییرات مثبت در راه هستن. برای یک سری دوستان ممکن هستش که این تغییرات ممکن هست در ارتباط با مسائل مادی باشه، مسئله که شاید شما رو نگران کرده باشه. از راه دور دارم میبینم که تغییرات مثبت در راه هستن. خب من کارت ها رو مثل همیشه برای این دسته کارت ها با هم دیگه جمع میکنم. و اینجا حرف از مسئله که حس ششمتونم بهتون میگه دوستان، باتون حرف میزنه، کاملا حسش میکنی. یه وقتایی ممکن هست مضطربتون کنه و احساس میکنم که یک دوره باید بگذره، ولی تغییرات در راه هستن براتون. اوکی، خب بسیار خوب. حالا با اینکه شرایط مشکل هست، ما برای یک سری ممکن هستش که شخصی چوب توی چرخ شما آورده باشه دوستان، و اینجا دارم میگم واقعا بهبودی شرایطتون در ارتباط با مسائل احساسی، مسئولیت پذیری شما رو دارم اینجا میبینم دوستان. بریم یک کارت دیگه بردارم. در ارتباط با
زندگیتون، حالا برای یک سری در ارتباط با ازدواجی که در اون هستین، در ارتباط با گذشتهتون مسئولیت پذیر هستین و اینکه مسائل خوب بررسی میکنم. از جانب دیگه پس قدرتمند هستین در زندگی احساسیتون و دارم برای شما بهبودی این پشت میبینم. دوستان توجه کنین، من میبینم گشایش برای یک سری دیداری ممکن هست وجود داشته باشه در زندگی احساسیتون، برای که جمع کارتا این حرفو به من میزنه، وگرنه دارم میبینم که یه سریاتون هم خیلی به زندگی احساسی یا شخص گذشتهتون که در زندگیتون بوده وابستگی عاطفی دارین. خب در ارتباط با مسائل کاری، همون اداره یا سازمان افتاده، کاری، اداری، سازمانی، قضایی، و بریم ببینیم کارت بعدی رو با هم دیگه ببینیم به چه صورت هست. برای شما دوستان از اداره سازمانی، حالا از هر جایی که هست، دارم میبینم که خبری ممکن هست برسه. چشم به راه مسئله هستی، مسئله درست داره میشه، قراردادی اگر هست نوشته میشه، اگر منتظر بهبودی یک مسئله هستی اون مسئله مهرموم میشه. خب وقتی که با کارت با هم دیگه جمع کنیم، مسئله که شاید احتیاج رو به این داشته که فکر کنین، فکر میکنین یک سریاتون هم الان در حال حاضر در ارتباط با مسئله کاری، اداری، قضایی، هر چیزی که هست، واقعا در تفکر هستیم و در انتظار یک مسئله هستیم. حالا من یک کارت دیگه میکشم، ببین راه حلی داره به سمتتون میاد. شما خودتون هم دارم میبینم که چشم به راه هستین و اینکه به جستجوی پیدا کردن راهی در اون جایی که به هر حال منتظر جوابی هستین. ولی یه سری ها ممکن هستش که مجبور به جابجایی بشین برای رفتن حالا در دامنه کاری، اداری، قضایی. خب راهی رو باید بریم. در دامنه مالی تغییرات در راه هستن، بهبودی شرایطتون، ولی با گذشت زمان دوستان. و کارت بعدی دوستان، حرف بعدی، تغییرات که از خیلی وقت هست در زندگی شما منتظرش بودین در دامنه مالی، دارم اینجا میبینم که شتاب پیدا میکنه و داره به سمتتون میاد. خب ممکن هست خبری باز هم از اداره و سازمانی بیاد. برای یک سری ها دوستان ممکن هستش که مسائل کاری و مالی، حالا ممکن هست همون مسائل قضایی، یک چیزی با مادیات شما توأم باشه. در ارتباط با مسائل اجتماعی شما چه خبر هست ببینیم با هم دیگه. فکر میکنین در مورد مسائل اجتماعیتون با برنامه جلو میرین و اینکه فکر میکنین و به سمت روشنایی، شفافیت، خوشحالی دارین میرین، گرما. توی مسائل احساسیتون ممکن هست با مسائل اجتماعیتون با هم دیگه توأم، با هم دیگه گره خورده باشه دوستان. یک سری ها دارم میبینم اینجا با تفکر دارم میرم به سمت یک روشنایی، خب به سمت یک خوشحالی، خوشبختی رو وارد زندگی میکنم. فکر میکنم باهوش هستین، بسیار زیرک در دامنه اجتماعی. خب ببینیم در دامنه چالش شما چه چیزی هست. چالش شما خانه، خانواده، افرادی که دور و بر شما هستن دوستان، جا و مکانی که هستین هست. ببینیم چه چیزی کمکتون میکنه در چالش شما، اون چارچوبی که در اون قرار دارین، عشق و محبت. حالا که افرادی هستن که یا دوستشون دارین که میتونن کمکتون کنن در چالش، اگر در مورد مسائل ملکی هست، در مورد مسائل خانوادگی هست، هر چیزی که هست، ولی عشق به زندگیتون، عشق به دیگران، عشق به اطرافیانتون کمکتون میکنه. مهر و محبت شما اینجا. و بریم ببینیم که یا این که اصلا به طور کلی انگیزه‌ای که دارین توی زندگیتون در ارتباط با خونه زندگی خودتون، دور و بریاتون، که کاری رو دیدیم همونجوری که دارین مبارزه میکنین، کمکتون میکنه. پس مشکل شما ممکن هست یک ملک هم باشه دوستان. و ببینید به چه سمتی میرین دوستان، به سمت صحبت میرین. صحبت میکنیم که برای یک شرایط پیچیده راه حلی رو پیدا کنیم. خب عزیزان، من خلاصه از کارت ها رو مثل همیشه بهتون میگم و بعد میرم سراغ کارت های دیگه. پس انگیزه دارین و در راه مبارزه هستین و استقامت میکنین، کارهایی رو انجام میدین در ارتباط با مسئله‌ای که برای شما سخت هستش. ممکن این مسئله قانونی باشه، مسئله ورقه‌ای باشه، امتحانی باشه، هر چیزی ممکن هست باشه، مسئله‌ای که برای شما سخت هستش مثلا. توکل میکنین، خودتون رو رها میکنین و موفقیت از آن شما خواهد بود. ببین دو تا کارت اول خیلی خوب هست و کارت امتحان شما رو به یک موفقیت میرسونه که برای اون زحمت کشینین.
در انرژی های شما امید و آرزو و بهبودی شرایطتون و فراوانی این رو اینجا دارم میبینم و همچنین تغییر مثبتی که در زندگی شما به وجود خواهد آمد. برای یک سری ممکن هست تا یک فصل طول بکشه دوستان. در ارتباط با مسائل احساسی شما مسئولیت پذیریتون رو دارم میبینم، مسائل رو خوب بررسی میکنین، نگاه میکنین و همچنین وابستگی که شما حالا به شخصی دارین، ممکن هست در گذشتهتون بوده یا شخصی که باهاش در یک تعهد هستش، این وابستگی عاطفی هستش که منو ناراحت میکنه. و اینا در تم مسئولیت پذیر بودن، قدرتمند بودن در زندگی احساسی بسیار خوب هستش. حالا یا شخص مورد نظرتون ممکن هستش که یک وابستگی هایی به گذشتهش داره. در ارتباط با مسائل کاریتون دوستان اوج میگیرین، دارم میبینم اینجا اوج میگیرم، فکر میکنیم، در حال تفکر هستیم و یا حق انتخاب دارین دوستان یا به دنبال راه حلی هستیم، منتظر جوابی ممکن هست یک سریاتون از مسائل کاری، قضایی، اداری چی کجا هست هستین و اینجا دارم میبینم راه حل هایی ممکن هست سر راه شما قرار بگیره. در ارتباط با مسائل مالی ببینید تغییراتی که از گذشته دارن میان الان این روزا دارن سرعت پیدا میکنن، اخباری ممکن هست به گوشتون برسه. در دامنه اجتماعی خوشحالی دارم میبینم، بلی که شما عزیزانی هستین بسیار بسیار باهوش و زیرک، روشنایی به سمت شفافیت و روشنایی میرین، خوشحال هستین، خوشبخت هستین از آنچه که در دوروبر شما وجود داره. چالشتون ملکی هست، خانه‌ای هست، دوروبری‌هایی هست، فامیلی هست دوستان. ببینین کجا هستین و چیزی که کمکتون می‌کنه اون عشق و علاقه شما و شور و شوق شما نسبت به مسئله‌ای که مد نظرتون هست، همونجوری که دیدیم براش تلاش می‌کنین. اون خط بالا به چه سمتی میریم؟ به سمت گفتگو میریم، صحبت می‌کنم، شاید برای پیدا کردن راه حلی در دامنه حالا هر چیزی که اینجا برای شما مهم هستش. خب پس باز هم گفتگو اینجا دارم می‌بینم براتون. خب دوستان بریم ببینیم که چه خبر هست در انرژی های احساسی شما. ببینیم از هر چه بگذاریم سخن قطب ها نه، سخن مسائل احساسی خوشتر است. حرف از پیامی که فرستاده میشه. اوکی و ببینیم کارت های بعد، دو تا کارت اینجا افتاد. تبادل پیام ها و استانبای و اینجا دارم میبینم بله. یه سریاتون دوستان دارم میبینم که پیامی رو فرستادیم با شخص احساسیتون، تبادل پیامی داشتین، حالا اسمسی بوده، چیزی بوده، پیامکی بوده، هر چیزی که بوده، الان میبینم مسائل در یک ایستی هستن برای شما و پشیمان هستین از اون حالا مکالمهی که با هم دیگه شاید داشتیم، نوشتنی بوده، صحبتی بوده، برای من جا نوشتنی هستش. ببینید به خاطر که یک سریاتون شاید منتظر برگشت پیامتون بودین به دستتون نرسیده و الان یک حالتی دارم که ناراحت هستم برای چه همچون کاری رو کردم. همیشه وقتی که ما این مسائل رو نگاه میکنیم و بگیم مثلا من حتی اگر پیام میدم برای حال دل خودم باشه، اون شخص پیام بده یا پیام نده دیگه مهم نیستش. ببینیم عزیزان که در جدایی هستین شخص مورد نظرتون چی بهتون میگه؟ میگه که یک زندگی روزمره و یک نواختی بدترین دشمن یک رابطه هستش. ببینیم کارتای بعدی رو با هم دیگه. اپ 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 اپ. آرارا. خب کارت بعدی که افتاد میگه که یک نفوذ منفی تعادل منو تحت تاثیر قرار داده. ببینیم کارت بعدی رو با هم دیگه. خب و کارت بعدی میگه که دوست دارم که دلبری کنم و دوست من اصلا من شیطون هستم. در واقع اینجوری هستش که میخوام تعبیرش کنم، جای دیگه میخوام دلبری کنم و من شیطون هستم. اوکی پس الان زندگی شکل نواخت بوده، اومده زندگیشو دو نواخت کنه، حالا میره اینور اونورم ببینه گلای دیگه چه بوی بور رنگ و بوی دارن. خب عزیزان بریم ببینیم با هم دیگه. بعد قطب مؤنث و مذکر رو میخوندم ولی خب اینو خوندم. حالا بریم ببینیم قطب مؤنث شما دوست عزیز یین محترم در چه انرژی هایی هستین. من متاسف هستم از دوستانی که تمام این کانال رو فقط به قطب مؤنث و مذکر خلاصه میکنن. در یکی از کامنت ها نوشته شما فقط فال شما روی قطب مؤنث مذکر هستش، مثل این که در تمام طول هفته که من این همه فال میذارم که فال روزانه باشه، که فال حالا هر ماهانه باشه، اینا هیچ که نه که این شخص
هیچ کدوم رو نمیبینه، فقط اون فال مؤنث و مذکر رو میبینه. دقیقا پیشنهاد فال هایی رو داده بود این شخص که کاملا فال هایی بود که من در طول هفته برای شما میذارم. مشکلی نیستش دوستان، ولی بشینیم یه مقداری. من اون شخصی هستم که این پرش بر حال یک زحمتی میکشم، یه چیزی رو ارائه میدم، برای این هستش که روی همدیگه کار کنیم، دست همدیگه رو بگیریم بالا بیایم، نه اینکه توی سر همدیگه بخوایم بزنیم و روی پا روی سر همدیگه بزنیم. این هستش که قطب مؤنث و مذکر نه من اختراع کردم، بلکه یین و یانگ از آسیای شرق میاد و اینکه یه مقدار خوبه که یک تربیت معنوی رو داشته باشیم، نه اینکه همه چیز رو فقط به جنس نگاه کنیم، بلکه به انرژی هم میتونیم نگاه کنیم. وقتی من میگم قطب مؤنث یا قطب مذکر خانم یا آقا نیستن، افرادی که همچون مشخصاتی رو دارن، خب پس بنابراین دلیلی نداره که بخواد دو مرتبه شما برگردیم به همون ذهنیت اولتون. این فال حداقل اینجوریه، شما اون ذهنیت خودتون رو دارین که میگین که قطب مؤنث یعنی خانم ها، قطب مذکر یعنی آقایون، پس بنابراین همینجا بس تمام. تعداد افرادی که در قطب مؤنث در یین هستن خانم ها بیشتر هستن، تعداد افرادی که در یانگ هستن آقایون بیشتر هستن. اینجوری هستش. حالا من که نیومدم این مفاهیم رو بسازم. خب میگه که من حسود هستم به افرادی که دور و بر تو هستن، مخصوصا یک نفر خاص. خب بریم ببینیم کارت بعدی بهتون چی میگه. میگه که من به خودم اعتماد دارم و به آینده اعتماد دارم و من از خودم محافظت میکنم. آفرین بر یین محترم. و اینکه میگه مضطرب هستم و نمیتونم خودم آروم کنم، خب و نمیتونم همه چیز نسبی ببینم. ببینید آدمی هستش که سعی میکنه خودشو به دست سرنوشت بده، ولی از اون جایی که یین قطب مؤنث حالا تو یا تو شرایطی قرار داده که این شرایطش واقعا بهش اجازه آرامش رو نمیدن، بر حال یین اینجوری هستش. دوستان توجه کنید، همیشه دوست داره که بر همه چیز کنترل داشته باشه، ولی احساسات خودش اینجوری مثل این حسادت و این استرابی که اینجا داریم میبینیم ولو میکنه وسط خیابون، حالا کی بیاد جمعش کنه، ماشینا میان از روش رد میشن. ببینین این هست تفاوت قطب مؤنث و قطب مذکر. قطب مذکر، من یکی از قطبهای مذکری که بخوام بهتون بگم که برای من خیلی قابل توجه بود، ملکه الیزابت بود. ملکه الیزابت هیچ وقت احساسات بر روی چهرهش مشخص نبود. خب بریم ببینیم که دوستان چه خبر است در قطب مذکر و نه جنس مذکر. منظور آقایون نیستم، منظور افرادی که یک سری از ارزش‌های پایین دنیوی رو دارن. خب میگه که من معتقد هستم به خدا ایمان دارم و رابطه من رو نوشته شده بوده. میگه که من به درد یه چیز نمیخورم، ما هم میدونیم دیگه احتیاج به گفتن نداره، آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. و اینکه خودم رو دوست ندارم، خب اونم به ما ربطی نداره و من شایستگی و لیاقتتون رو ندارم و ما تأیید و تأکید میکنیم، بله تو نداری. اوکی خب ببینیم کارت بعدی رو. خب اینجا میگه که من بر روی خودم من بسیار کار میکنم و این برای ما هست. همیشه بهتون میگم ما گاف ما، و اینجا من خیلی با انگیزه بر روی پروژه های خودم کار میکنم. زهی خیال باطل، برای خودش کار میکنه و خودشو باندشو دور و بریاش. خب پس دارم میبینم تو حدی حالا معتقد شده، این روزا داریم میبینیم که معتقد شده، حالا یک قدم شاید در راه معنویت بنده خدا برداشته و اینجا دارم میبینم که چون از اونجایی که معنوی شده، حالا اتفاقاتی شاید تو زندگیش افتاده که دیدین همیشه نظم میکنم که فلان کارم درست بشه، نمیدونم فلان میکنم که فلان پروژه‌ام درست بشه. معنویت در جهت مادیاتش هستش، پس بنابراین حالا یک خورده حالا به خودش اومد و میگه که من به درد نخور هستم، ولی دو مرتبه برمیگرده. حالا میرم چیکار میکنم؟ کار میکنم برای خودمون باشه. امیدوارم که برای معنویتش کار میکنه دوستان، که بخواد خودشو درست کنه. اوکی و بریم ببینیم که فرشتگان چه پیامی براتون دارن دوستان. فرشتگان چه پیامی براتون دارن؟ میگه که سپاسگزاری. از سپاسگزاری یک رفتار جدید بساز. ستارگان میدرخشن بیشتر و بهتر و آنچه که در این دنیا وجود داره تبدیل به نور خواهد شد. اوکی؟ و ببینیم که عزیزان از دست رفتن چه میگم بهم. خب به دنبال اتفاقات جدید برو، به سمت جلو برو با اعتماد
من در کنار تو هستم. روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. عزیزان دل، این فال شما بود. من ریماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار.